اجازه بدهید در اینجا سرخط این برنامه و نظرگاه های مقاومت ایران برای ایران فردا را تکرار کنم. یک، از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس ما خواهان ایجاد یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم. دو، ما خواهان یک نظام کثرت‌گرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم. سه، ما در ایران آزاد شده فردا از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم. چهار، مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد و هر گونه تبعیضی در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود. پنج، ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم و هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند شد. فردا کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکم علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت. ایران فردا کشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون علیه شکنجه و کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می‌باشیم. هشت، ما مالکیت شخصی، سرمایه گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسیم و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیای آن خواهد بود. سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود. و ده، ایران آزاد فردا یک کشور غیر اتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود.